سلام خوش اومدید به کلاس درس برای محاسبه حدهای صفر روم که من میخوام از این ویدئو چند تا ویدیو فقط مثالهای از این حدها حل بکنم ما خیلی وقتها به اتحادهای خیلی معروف احتیاج پیدا میکنیم و در حقیقت مجبوریم که این اتحاد ها رو یک جوری به کار بگیریم و در این مثال ها خواهید دید که این جوری که اونها رو به کار میگیریم خیلی وقتا مشترکه و اگر شما چند تمرین حل بکنید دیگه میتونید اکثر این نوحت ها رو حساب بکنید یکی از این اتحاد اتحاد, آی منهای به در آی بعد و به مساوی با آدو منهای به دوه یکی دیگه آسه منهای یک مساوی با آی منهای یک در آ به آی یک یکی دیگه آسه به علاوه یک مساوی با آی علاوه یک در آدو منهای آی یک حالا میخوایم ما هم یک مثال حل بکنیم من الان فقط از این اولی در این مثال استفاده خواهم کرد اما مثال های دیگه هم هست که از این دوتای بعدی و حتی اتحاد دیگه هم ما باید استفاده بکنیم مثالی که من میخوام حل بکنم حد x به سمت صفر x2 تقسیم بر رادیکال x2 به علاوه 16 منهای چهار هست من میخوام این حد رو حساب بکنم خب ما اگر بیایم و حد صورت و حد مخرج رو حساب بکنیم میبینیم که صورت میره به سمت صفر در صفر مخرج هم میره به سمت رادیکال 16 منهای 4 رادیکال 16 میشه 4 پس مخرج هم میره به سمت صفر و بنابراین این مثال یک مثال صفر صفر روم هست یک کاری من الان میخوام بکنم که اگر تا حالا ندیده باشید احتمالا براتون کاملا جدید هست اما این روشیه که ما در محاسبه بسیاری از حدها ازش استفاده میکنیم و اون همینه که من اینو به این شکل می نویسم که این مساوی هست با حد x به سمت صفر x2 تقسیم بر رادیکال x2 به علاوه 16 منهای 4 و بعد میام به کمک این اتحاد یک صورت و مخرج رو در رادیکال x2 به 16 به علاوه 4 ضرب میکنم و الان بهتون میگم علت این کار چی هست خب ببینید اگر من فرض کنم این آی من هست و این بی من هست یعنی کل رادیکال ایکس به علاوه 16 آی منه و این بی من چهاره و به همین ترتیب این دوباره آی من هست و این بی من من میتونم الان این ضربه این دو عبارت در مخرج رو چون هست آی من های بی در آی به علاوه بی به شکل آدوی دو من های بی دو بنویسم پس این مساوی میشه با حد ایکس به سمت صفر ایکس دو در رادیکال x2 به علاوه 16 منهای 4 ببخشید به علاوه 4 من صورت رو فقط در هم ضرب کردم خیلی ساده مخرج ها رو اگر من در هم ضرب کنم a منهای b در a به علاوه b مساوی میشه با a2 منهای b2 a2 مساوی هست با x2 به 16 B2 مساوی هست با 16 چون 4 به توان دو میشه 16 پس این مساوی میشه با X2 به علاوه 16 منهای 16 که این مساوی هست با خود X2 پس این صفر میشه و بنابراین میبینید که این X2 با این X2 ساده میشه اینجا و این مساوی میشه با مساوی میشه با من همون سفید میخوام بنویسم حد X به سمت صفر رادیکال x2 به علاوه 16 به علاوه 4 من اینجا میام و از اون قضیه که ما در آخر ویدئوی حدهای 0-0 صفر اون ویدئوی قبلی هست که من ضبط کردم اما شما ممکنه ویدئوی قبلی که دیدید نباشه ویدئوی که اولین ویدئویی که من در مورد صفر صفر ها صحبت کردم یک قضیه ای داشتیم و اون هم این بود که در یک همسایگی محذوف نقطه ای که حد میگیریم اینجا نقطه صفر اگر صورت و مخرج تعریف شده باشم من میتونم اون عامل مشترکشون رو حذف بکنم اینجا من x از صورت و x رو از مخرج حذف بکنم و این عبارت برابر میشه با این تقسیم برای یک یعنی میشه این عبارت و این به راحتی من میتونم حدش رو حساب بکنم در نقطه صفر این میشه حد رادیکال x2 به علاوه 16 x به سمت صفر به علاوه حد x به سمت صفر چهار که این هم مساوی میشه با این عبارت حدش میشه چهار این عبارت هم که خب عدد ثابت حدش میشه چهار این مساوی میشه با هشت این عبارت من فقط کافی جای x اینجا صفر بذارم تا حدش رو به دست بیارم رادیکال 16 میشه چهار و این عبارت میشه هشت بنابراین میبینید که روش کلی حل این مسائل صفر صفر هم همون هست که من باید این عاملی که باعث شده صورت و مخرج صفر بشن اینجا خود X چون ایکس به سمت صفر رو من دارم حساب میکنم اون عامل رو از صورت و مخرج حذف بکنم و بعد بیام این کس رو حساب بکنم این حد رو حالا بیایید من یه خورده اینو بیارم بالاتر و این مثال رو یه خورده عوض بکنم و ببینیم که در اون حالت قرار هست چه اتفاقی بیفته فرض بکنید که سوال از ما پرسیده بود که حد x به سمت صفر این بار x به توان 3 تقسیم بر همون رو یعنی x2 به علاوه 16 منهای 4 رو حساب بکنید الان چی کار میکردیم؟ الان باز هم همون کار میکردیم چون ما میخوایم این عاملی که صورت و مخرج رو صفر کرده یعنی x رو حذف بکنیم پس این مساوی میشه با x به توان 3 حد x به سمت صفر x به توان 3 تقسیم بر رادیکال x2 به علاوه 16 منهای 4 ضرب در صورت و مخرج رو من در رادیکال x2 به علاوه 16 به علاوه 4 دوباره ضرب میکنم یعنی از همون ترفند استفاده میکنم و بعد اگر همین رو ادامه بدم این مساوی میشه با حد x به سمت صفر x به توان 3 در رادیکال x2 به علاوه 16 به علاوه 4 تقسیم بر x به توان 2 طبق همین اتحاد آی منهای بی در آی به علاوه بی حاصل ضرب این دوتا میشه x به توان 2 حالا من میتونم این رو با این ساده بکنم اما یک x بالا باقی میمونه چون بالا هست x به توان 3 بذارید من باز هم سفر یه زر ببرم بالاتر خوبه بنابراین این مساوی میشه با حد x به سمت صفر x در رادیکال x 2 به علاوه 16 منهای 4 ببخشید به علاوه 4 این حد چی میشه؟ خب این حد طبق اون قانون ضرب حد ها این یک تابع هست این هم یک تابه دیگه هست پس این مساوی میشه با حد x به سمت صفر x ضرب در حد x به سمت صفر این تابه یعنی رادیکال x2 به علاوه 16 به علاوه 4 این حد رو که یعنی حد دوم رو که بالا حساب کردیم و دیدیم مساوی 8 میشه این حد اول رو هم با همدیگه دیدیم که مساویه یعنی میدونیم که به راحتی مساوی صفر میشه حد x به سمت صفر x و بنابراین این حد کلا برابر با صفر میشه پس دیدید که وقتی من یک عامل x به صورت اضافه بکنم در این صورت اتفاقی که میفته این هست که این حد به جای اینکه یک عددی مثل 8 بشه برابر با صفر میشه و حالا علت شهودیش که من تا حالا راجع به این علت شهودی هنوز صحبت نکردم و در مبحث مجانب ها بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم اما علت شهودیش این هست که این عامل X جدید باعث میشه که صورت کسر با شدت بیشتری به سمت صفر حرکت بکنه و بنابراین غلبه کنه بر مخرج کسب و در نزدیکی های صفر این صورت صفر کوچکتری باشه و بنابراین این کسر کلا حدش صفر باشه در ویدئوی بعد مثال های دیگه با هم حل خواهیم کرد